نبود امنیت، موجودیت فساد و برخورد تبعیض آمیز شماری از معلمین مکاتب با دانش آموزان باعث پایین آمدن سطح سواد و کم علاقمندی دانش آموزان ولسوالی کراخ هرات به مکتب شده است. شماری از جوانان ولسوالی کراخ با تدویر کمپاین مشترک با یک نهاد مدنی در یک همپرسی مشکلات فراراه ادارهای معارف، زراعت و امنیتی مردم را به بررسی گرفتند. در همین حال مسئولان اداره معارف هرات با اینکه کاهش کیفیت درسی در تعلیم و تربیه ولسوالی های هرات را میپذیرند، اما نتایج به دست آمده از این تحقیق را ناقص میدانند. همکارم رسول عظیمی با گزارشی در این مورد. برگزار کنندگان کمپاین مشترک جوانان ولسوالی کراخ و مقام های محلی هرات که به تازگی چالش های فراراه اداره های زراعت، معارف و امنیت در این ولسوالی را به بررسی گرفته اند، از پایین آمدن سطح سواد و کاهش علاقه مردم به تعلیم و تربیه سخن می گویند. به گفته آنها نبود امنیت، موجودیت فساد در مکاتب، برخورد تبعیض‌آمیز معلمین مکاتب با دانش آموزان و عدم پایبندی معلمین شماری از مکاتب به وظیفه، کاهش علاقمندی مردم به تعلیم و تربیه را رقم زده است. همچنان عدم نظارت دقیق از مکاتب ولسوالی های هرات، تدریس خلاف رشته تحصیلی و عدم پرداخت معاش صاحبی برای معلمین ساحات دورافتاده ولسوالی ها از دیگر چارش هایی است که برگزار کنندگان این برنامه از آن به عنوان عامل کاهش میزان سواد در ولسوالی کراخ یاد می کنند. ما اگر بیایم بحث بکنیم مشکلات عمده که فراروی معارفه، مسئله امنیت نقش عمده و کلیدی داشته، که یعنی ناامنی ها که خصوصا در اطراف وجود داره ای بوده، مسائل کمبود کتاب بوده در مکاتب که ما تحقیق کردیم، ریسرچ کردیم که همه شاگردان به کتاب دسترسی ندارن. در همین حال اداره معارف هرات با آنکه کاهش کیفیت تدریسی در مکاتب دولتی ولسوالی های هرات را برخواسته از ناامنی ها می داند، اما نتایج به دست آمده از این تحقیق را ناقص می خواند. به گفته مسئولان این اداره، همکنون بیش از 25,000 دانش آموز در مکاتب ولسوالی های کراخ مصروف فراگیری درس و تعلیمند و معلمین مکاتب بدون در نظر داشته تبعیض میان شاگردان مکاتب به وظیفهشان ادامه می دهند. اگر این تعبیر کنم که کیفیت تعلیم در آنجا پایین باشه، می تانه که دلایل مختلفی داشته باشه، از جمله ناامنی یکی از مشکلاتیه که بعضی از مکاتب ما تهدید میشه در دوردست ها، و از جانب دیگه زمینه مساعد نیه برای قشر تحصیل کرده و چیز فهم که به اونجا به عنوان استاد برن تدریس بکنن. با این همه شورای ولایتی هرات مشکلات اساسی فراراه اداره معارف هرات را برخواسته از سیاسی شدن این اداره در گذشته عنوان می کند. شماری از نمایندگان شورای ولایتی هرات با تاکید بر تطبیق برنامه‌های درسی سالانه مکاتب دولتی، ایجاد تغییرات در رهبری اداره معارف هرات را امیدوار کننده می‌خوانند. مسئولین باید پاسخگو باشند. من این را اشاره می‌کنم که کیفیت معارف که پایین باشه، شاگرد نمیتونه موفق باشه در امتحانات بزرگ. و نمونه از او هم کراخ بوده که وقتی که 25,000 شاگرد داره، 11 نفر توانسته وارد پانتون بشه، بیانگر ایست که کیفیت در پلیسپلی پایین بوده. هرچند مسئولان کنونی اداره معارف هرات از آغاز تلاش های پیگیر جهت پر کردن خلاهای این اداره سخن میگویند، اما ظاهراً به این زودی ها به نابسامانی های موجود در اداره معارف هرات نقطه پایان گذاشتن نخواهد شد.